بنام خدا، سلام. ادامه مبحث جیسون رو در خدمتون هستم. در جلسه قبلی ما دیدیم که فایل جیسون چه ساختاری داره و تونستیم یه فایل جیسون رو ایجاد بکنیم با ساختار خودش و در پایتون این فایل رو بخونیم با متد لود در واقع، یا در واقع تابع لود. تو این ویدیو میخوایم عکس مرحله قبل رو بریم، یعنی در واقع میخوام یک حالا متغیری که یه آبجکتی که در پایتون دارم رو میخوام در فایل جیسون ذخیره بکنم. اجازه بدید که یه لیستی رو من ایجاد بکنم به صورت مثلا 1, 2, 3, 4.5. ببینید لیست عملا هیچ محدودیتی روش نیست، همون جوری که، یعنی چون من الان میخوام با جیسون کار بکنم این محدود نمیکنه من رو، همون لیستی که قبلا داشتیم هر جور که بوده من میتونم توش هر چیزی بذارم، میتونم ترو بذارم، میتونم فالس بذارم، میتونم نان بذارم، میتونم داخلش یه لیست دیگر رو بذارم. خب این الیت رو اگر ایجاد بکنم، حالا من بخوام این فایل، این در واقع الیت رو بخوام سیو بکنم تحت در واقع فرمت جیسون، مجددا باید با یک فایل کار بکنم و بعد با استفاده از بیت اوپن یه فایل جیسون باز بکنم. مثلا فرض کنید که بگیم که 3.json به صورت تو مود رایت بازش بکن با نام اف آبجکت و حالا بگیم که جیسون دات. اینجا دیگه از لود طبیعتا استفاده نمیشه، لود برای بارگذاری از در واقع خوندن از فایل جیسون هست و اینجا از متد دامپ استفاده میکنم و متد دامپ از من دو تا آرگومان میگیره، چی رو میخوای دامپ کنی، چی رو میخوای بنویسی. من الیک رو میخوام بنویسم، کجا میخوای بنویسی، توی اف آبجکت میخوام بنویسم. خب و هیچی به من بر نمیگردونه. خب این دستور رو که اجرا بکنم، اگر بریم فایل s.json رو ببینیم، ببینید همون اطلاعاتی که اونجا نوشتم اینجا برای من ذخیره شده. 1, 2, 3, 4.5 پایتون، ترو، فالس، نال. ببینید دقت بکنید، نان من تبدیل شده به نال، فالس من با اف بزرگ تبدیل شده به اف کوچیک، چون توی در واقع جاوا اسکریپت با اف فالس با اف کوچیک میشناسه، ترو با تی کوچیک میشناسه، نال نداریم، نال داریم. اینها عملا نوتیشنی است که توی جاوا اسکریپت هست و خودش تبدیل میکنه. خب همونطور که دیدید یه لیست من کامل تبدیل شد. حالا اگر من برم یه تاپلی رو بخوام ذخیره بکنم، مثلا تاپل 10 و 20 به عنوان مثال، و دوباره همین اتفاق، فایل s.json رو با مود رایت باز بکنم و توش t1 رو بنویسم، اینو اگر اجرا بکنم بریم جیسون رو ببینیم. اینو اگر رفرش بکنم ببینید چه اتفاقی افتاد. 10 و 20 که به صورت تاپل بود اینجا به صورت یک آرایه ذخیره شده، چون همونطور که گفتیم توی جیسون من فقط آرایه دارم دیگه، توی پایتونه که من تنوع دارم، یعنی تاپل دارم، لیست دارم، این دوتا رو توی جیسون دیگه اصلا قابل تفکیک نیستن. اگر لیست رو شما دامپ بکنید این ور میشه آرایه، اگر تاپل رو دامپ بکنید این ور باز میشه آرایه و تفاوتی بین این دوتا قائل نمیشه. و اگر همین الان ببینید تیه که من 10 و 20ه، اگر اینو مجددن به صورت رید باز بکنم و بعد بگم که از جیسون لود بکن از اف آبجکت و اینو بریز توی دیتا، بریزه برای من توی دیتا، ببینید آیا بگم دیتا مساوی با تیه که هست که فالس هست. چرا؟ دیتا جنسش 10 و 20 از نوع لیست و تی 1 همون 10 و 20 اما از نوع تاپل هست، بنابراین انتظار بی خودیه که من بگم که هر چیزی که به صورت جیسون ذخیره کردم توی در واقع دیکود کردنش دوباره
برمیگرده به فرمت اصلیش و همونجور که این کد شده دوباره برمیگرده، اینطور نیست. اینم به خاطر گفتم محدودیتیه که جیسون داره. جیسون فقط یک نوع آرایه داره دیگه، لیست و تاپل نداره. خب پس این رو دقت بکنید که تاپل تبدیل میشه به لیست. خب بریم سراغ دیکشنری. یه دیکشنری ایجاد بکنیم دی یک. خب مثلا نیم دو نقطه مجید، ایج دو نقطه 19 و به عنوان مثال ادرس دو نقطه حالا مثلا تهران. این رو اگر من بیام و باز دوباره این رو از اینجا کپی بکنم، بگم با باز کردن سه.جیسون به صورت رایت، باش این که بشناسش به عنوان اف آبجکت، جیسون دات دامپ کن، بریز چی رو بریز؟ دی یک رو بریز توی اف آبجکت. اگر من این رو پرینت رو در واقع اجرا بکنم و بریم فایل جیسون رو ببینیم، یه همچین چیزی برای ما نشون میده. خب میبینید که همون اطلاعات من سیف شد. منتها یه چیز رو همینجا اجازه بدید که بگم، من وقتی که دامپ میکنم یه گزینه‌ای دارم تحت عنوان گزینه، در واقع آرگومانی دارم تحت عنوان آرگومان ایندنت، که این رو من اگر برابر 4 قرار بدم، این ایندنت باعث میشه اون ور به صورت خوشگل‌تری فایل جیسونم رو ببینم. ببینید با ایندنت 4 من اجراش بکنم، مجدد بریم همین رو من رفرش بکنم، ببینید چه شد، این شکلی شد. یعنی کیورد ها و این در واقع کیورد ولیو ها رو، کی ولیو ها رو با 4 تا ایندنت ایجاد میکنه، این رو برای من میسازه که این یه خورده ای لحاظ زیبایی خوشگل‌تر. خب پس دیدید که دیکشنری هم تونست اونور به صورت یک آبجکت در جیسون ذخیره بشه. همین دیکشنری رو حالا من میتونم یه خورده ای دیگه در واقع ساختمانی که اون داده ای که میخوام بفرستم اونور یه خورده پیچیده ترش بکنم، مثلا بگیرم که دیتا مساوی با یک آرایه از دیکشنری ها. ببینید این دیکشنری اول، دیکشنری دوم، دیکشنری سوم، دیکشنری چهارم، دیکشنری پنجم، مثلا این همچین چیزی. و مثلا این باشه 24 سالش، این 21، 29، 16، به عنوان مثال این اسمش باشه علی، این اسمش باشه رضا، این اسمش باشه مثلا سارا، اینم نازنی، و مکاناشون هم که اولی تهران، مثلا این مشهد، این باشه مثلا فرض کنید که ساری، این باشه به عنوان مثال اصفهان، اینم باشه شیراز. خب اگر من این رو دیتا رو بیام دامپ بکنم، پس مجدد من باید باز بکنم با اوپن کردن جیسون، در واقع سه دات جیسون تو مود رایت با نام اف آبجکت. خب چیکار بکنم؟ بگم جیسون دات دامپ، در واقع میخوام بریزم چی رو میخوام بریزم؟ دیتا رو میخوام بریزم. کجا میخوام بریزم؟ تو اف آبجکت میخوام بریزم. خب اینو اجرا بکنم، اجازه بدید که اون ایندنت رو هم بهش بدم، ایندنت رو هم بهش بدم 4، اینو اجرا بکنم و بریم سه تا جیسون رو ببینیم. ببینید اطلاعات من خیلی مرتب اینجا اومده دیگه، یه آرایه است که هر کدوم توش چند تا آبجکت. این اطلاعات رو میتونم مجدداً با متد لود بخونم. خب این هم از بحث دیکشنری که من در واقع تونستم دامپش بکنم، یه آرایه از دیکشنری ها و خود دیکشنری رو به تنهایی تونستم دامپ کنم. خب بریم ببینیم که آیا یک مثلا ست رو، یک مجموعه رو میشه بیایم دامپش بکنیم. من یه اس یک ایجاد میکنم و به عنوان مثال 1 و 2 و 3، همونطور که میدونید تایپ S1 یک ست هست. و اگر من اینجا بیام بگم که خب با اوپن کردن سه.جیسون با W، همون حرفای قبلی، بیا S1 رو دامپ کن،
S1 رو دامپ کن توی FOBJ. اینو اگر اجرا کنم ببینید یه خطایی به من میده، این خطا دیگه برای من جدیده، میگه که ست رو نمیتونی به صورت جیسون سریالایز کنی، این در واقع ست رو اصلا نمیتونی بفرستی اونور، سریالایز نمیشه. خب بنابراین میبینید که تمام آبجکت ها رو نمیشه در واقع سریالایز کرد، باید تا جایی که الان چیزی که الان گفتیم، من لیست رو سریالایز کردم، ریختم تو جیسون، تاپل رو ریختم، دیکشنری رو ریختم، اعداد رو میتونم خیلی راحت بیام سریالایز بکنم. ببینید مثلا بگیم که n مساوی با 10 و بعد حالا بگیم که n رو بریز توی در واقع جیسون، اگر اینو اجرا بکنم اجرا میشه و اینجا هم ببینید عدد 10 میاد. اعداد، استرینگ، تاپل، لیست، دیکشنری میتونن، اما ست ها نمیتونستن. خب ست رو دیدید که یه خطایی میده تحت عنوان خطای تایپ ارور و میگه که نمیتونی سریالایزش بکنی. و آخرین مورد که میخوام در موردش صحبت بکنیم که الان فقط یه اشاره میکنم و میذارم برای ویدیو بعدی، موردی هست که من یه کلاسی رو میخوام تعریف بکنم و یک شیعی رو از کلاس مورد نظر خودم میخوام بفرستمش توی در واقع فایل جیسون. مثلا فرض کنید که یک کلاس تعریف بکنم به اسم کلاس پرسون و این کلاس پرسون با عنوان مثال یه دف اینیت حالا دو تا متغیر بگیره، حالا یه سلف هم که براش داریم، نیم رو دارم و به عنوان مثال ایج رو اینو داشته باشیم و سلف دات ایج مساوی ایج و سلف دات نیم مساوی با نیم. اگر من اینو ایجاد بکنم، در واقع کلاس پرسون ایجاد کردم و بگم پی یک مساوی با پرسون نامش باشه مجید و سنش هم باشه 16 کمان مثال، خب پی یک ایجاد شد. خب حالا اگه من میخوام پی یک رو دامپ کنم توی یک فایل جیسون، ببینید چه اتفاقی میفته. اگر من بخوام در واقع باید بگم وید، باهم نگذارید کپی بکنم که دیگه وقتمون نگذره، با اوپن کردن سد جیسون پی یک رو در واقع دامپ کن توی اف او بی جی. اگر اجرا بکنم میبینید همین خطایی که بالا داد تایپ ارور، میگه که پرسون نمیتونه سریالایز بشه برای اینکه ریخته بشه توی جیسون. اینجا هم همون مشکل رو داریم. میبینید که برای یک کلاسی که من خودم تعریف کردم و خب خیلی هم ضروریه، خب من بتونم یه آبجکتی رو که خودم تعریف کردم بتونم در واقع سریالایزش کنم، بتونم بریزمش توی فایل جیسون و بعد جای دیگه بخوام دوباره لودش بکنم، که این شدنی نیست، این مشکل وجود داره. راه حل این مشکل رو در ویدیو بعدی خواهم گفت. امیدوارم که از این ویدیو استفاده برده باشید. مجدداً کانال رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوهایی که ضبط میشه براتون در واقع نوتیفیکیشنش بیاد و بتونید مطلع بشید. فعلا خدا نگهدار.